محمد جواد لاریجانی حرامزاده رئیس سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و یکی از بدنامترین چهره های حکومتی در حوزه حقوق بشر شانزدهم دی در گفتگویی با یک خبرگزاری وابسته به سپاه دجال پاسداران مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس و امام جمعه مسجد مکی در زاهدان را به خاطر حمایت از معترضان و خطبه های انتقادیش در مسجد مکی به شدت مورد حمله قرار داد. او مولوی عبدالحمید را فاقد حیثیت علمی خواند که پروژه دشمنان را پیش می برد. او همچنین مسجد مکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام و مهمترین بنای مذهبی اهل سنت در ایران را مستاق مسجد زرار نامید. لاریجانی سپس قصدش از این قیاس را این گونه توضیح می دهد. مسجد مکی کاملا مستاق مسجد زرار است یعنی مسجد نیست و آنجا دقیقا محل توته است. برای پیامبر اسلام هم تخریب مسجد زرار خیلی سخت بود اما مسجد توسط ادهی درست شده بود برای اشاعه افکار انحرافی و پیامبر دستور داد تا آن مسجد را خراب کنند. مسجد مکی امروز به مسجد زرار تبدیل شده است از آنجا حرفهای متعفن بیرون میآید و حرفهای اسلامی بیرون نمیآید و حرفهای کسانی از این مسجد بیرون میآید که در بیرون مرزها علیه اسلام توطعه می کنند کار جبهه انقلاب در این باره کاملا روشن است این آغاز رسمی پروژه است که حدود سه ماه پیش به صورت غیر رسمی و با مهره های پیاده و کم اهمیت آغاز شده بود. نخستین استفاده حکومتی از مسجد زرار در بهبه قیام اخیر توسط حساب کاربری تویتری با نام امینی آزاده که از حسابهای پرطرفدار مبلغ جمهوری فاسد اسلامی است آغاز شد. اگرچه مصادیق مشخصی برای آن ذکر نشده بود، و بازخورد زیادی هم نداشت. آزاده در چند توییت مجموعه ای از رخدادها و شخصیت های صدر اسلام را به شکل معناداری در کنار هم قرار داده بود که به صورتی تلویحی به توجیه ریزش های گسترده در میان حامیان حکومت و سرکوب خونین شهروندان می پرداخت. اما اولین کاربرد مسجد زرار در قیاس مستقیم با اعتراضات به فوت محسا امینی را محمد پدرام از چهره های شناخته شده ارتش سایبری نظام در توییت به ثبت رساند. او البته این قیاس را درباره شخص مولوی عبدالحمید به کار نبرد. نخستین اطلاق این عبارت به مسجد مکی توسط کاربری با عنوان سرمست بهار در چهارم آبان و در پاسخ به توییت سخنگوی دولت درباره حادثه شاهچراغ ثبت شد از آن زمان این قیاس از سوی طیف وسیعی از اکانتهای امنیتی و پروپاگانداهای های شناخته شده حکومتی مورد استفاده قرار گرفت پروژه‌ای که توسط سربازهای پیاده پروپاگاندای حکومت شروع شده بود نهایتا توسط یکی از کهنکارترین توجیهگران جنایات جمهوری فاسد اسلامی به صورت علنی و در رسانه های رسمی کشور آغاز شد. پیشتر بولتن فاش شده از دستور خامنه حرامزاده برای بیابرو کردن عبدالحمید پرده برداشته بودند و حالا به نظر می رسد که رمز عملیات مسجد زرار است. اما هدف از این قیاس چیست؟ در مواجهه حکومت با مولوی عبدالحمید ما یک بار دیگر شاهد سفارایی روحانیت در برابر روحانیت هستیم. یک سو روحانیتی که در سمت مردم ایستاده و سوی دیگر روحانیت حاکم که خود را صاحب بلا منازع مال و جان و همه چیز مردم میداند و مشروعیت این ادعای خود را از ارجاع به دین و به جایگاه مقدس مذهبی خود می گیرد. اما سوی دیگر این مناعزه نیز توانایی ارجاع به دین و ادعای یک جایگاه مقدس مذهبی را دارد. مهمترین پیچیدگی این وضعیت شباهت شرایط عبدالحمید به شرایط روحانیون مخالف شاه در دوران شورش پنجاب و هفت است. استفاده از مسجد و خطبه های نماز برای بیانات نظرات سیاسی سنتی است که روحانیون را در ایران به قدرت رساند و مقابله با آن از مقابله با سایر شیوه های مبارزی سیاسی دشوارتر است. نخستین قدم برای سرکوب چنین رقیبی تقدس زدایی از جایگاه اوست چون در غیر این صورت هر گونه حمله به او حمله به جایگاه مذهبی است که او در اختیار دارد و در نتیجه حمله به دین برای ابقای حکومتی با دائیه های دینی به عبارت دیگر حاکمیت ابتدا باید برای جامعه روایتی هرچند غیر قابل قبول به تراشد که در آن مولوی عبدالحمید از جایگاه ویژه مذهبی خود خل شده باشد و حمله به یک مکان مذهبی و سرکوب یک روحانی سرشناس به لحاظ مذهبی مجاز باشد اما این نخستین باری نیست که جمهوری فاسد اسلامی از این حرب استفاده می کند اساسا دیکتاتوری ها در طول تاریخ همواره از زبان به عنوان سلاحی علیه مخالفان خود استفاده کردند یکی از رایشترین کاربردهای زبان به مصابع ابزار سلطه و سلاح سرکوب نامگذاری مجدد همه چیز به ویژه مخالفان است هگل می نویسد آنچه اربابیت آدم بر موجودات را محقق کرد اختیار او در نامگذاری مخلوقات بود او با این کار وجود یک پارچه آنها را نابود کرد و موجودات جدا از هم را پدید آورد این رایشترین ابزار سلطه در میان دیکتاتوری هاست تکه تکه کردن جامعه از طریق لقبسازی و نامگذاری با دوباره نامگذاری کردن گروه های اجتماعی حاکمیت از مخالفان خود هویت زدایی و بلکه انسان زدایی می کند و هویت تازه به آنها می دهد که مطلوب آن نظام زبانی است که در آن همه چیز از آن حاکم است خرابکاران فتنگران، اوباش، جاسوسان، خود فروخته ها، های سیاسی، وطنفروشها، فروش ها، های هرز، خس و خاشاک، شپش ها، ها، اینها نام است که حاکمان از طریق آنها کلیت یک جامعه را مصلح می کنند. مخالفان را از هویت انسانی توهی یا از عضویتشان در جامعه خلق می کنند و راه را برای حمایت و دفاع از صاحبان این نام ها می بندند. گاف و سوتی عجیب رئیسی در پخش زنده صدا و سیما باعث خنده نمایندگان طویله مجلس ولایی شد. رئیس جلسه تصویب بودجه کشور را نیمه تمام رها کرد و رفت. به نظر می رسد که سوتی های عجیب و غریب و گاف های خداوندگار سوتی تمامی ندارد و به تازگی ابراهیم رئیسی شش کلاسه در مجلس شورای میمونها در حال تقدیم لایحه بودجه سال 1402 دوباره به اشتباه جملاتی را تلفظ کرده که باعث انبساط خاطر اعضای مجلس میمونها شده و آنقدر مسئله به لودگی کشیده شده که کار بررسی بودجه 1402 رها شده و به کناری گذاشته شده است.